پیمان رئوفی روانشناس بالینی از لس آنجلس با ماست. آقای رئوفی، پیش از شما هم کمی در این باره بحث کردیم، به خصوص سر بحث بیماران روانی این موضوع خیلی جدیتر هست که کجا هستش که روانشناس باید این تشخیص رو بده و اصلا آیا باید روانشناس اجازه چنین تشخیصی رو داشته باشه که شاید بهترین راه برای بیمارش پایان دادن به زندگیشه؟ معمولا نقش روانشناس در اینجور موارد تشخیص این هستش که چقدر فردی که میخواد تصمیم بگیره برای این خودکشی با کرامت و یا آتانازی امکان تصمیم گیری داره و داره با کمال عقل و تصمیم گیری و آزادی خودش این تصمیم رو میگیره. نقش روانشناس در این نیستش که او رو ترغیب یا تشویق بکنه به اینکه بخواد این کار رو انجام بده و خودش رو رها کرده باشه، در حالی که فقط وظیفه او evaluation, assessment و بررسی های اولیه هستش. به هر حال اگر از لحاظ قانونی بخواد انجام بده، ببخشید آقای رئوفی حرفتون رو قطع میکنم، به هر حال اگر به شکل قانونی بخواد انجام بده، یعنی خودش نخواد خودکشی غیر متعارفی بکنه مثلا با خوردن قرص یا هر کار دیگری، این پزشک او هستش که باید مجوز بده اگر در اون قلم رو اجازه داده بشه. بله، این پزشک هستش که این توصیه رو انجام میده، برای اینکه تشخیص او بر این هستش که این بیماری یک بیماری کشنده و غیر قابل برگشت است. اما معمولا در موارد قانونی هم که نگاه بکنیم یک قدم دیگه اضافه میشه و اون این هستش که پزشک از یک روان پزشک یا روانشناس میخواد که صحت این رو بتونه تایید بکنه که فرد در حالت عقل و عاقلانه داره این تصمیم رو برای خودش میگیره، نه به صورت اینکه خارج از اون حالتهای توانمندی برای تصمیم گیری باشه. از این روی هستش که اگر افرادی که از بیماری‌های روانی رنج میبرن بخوان به سمت این خودکشی با کرامت یا تانازی برن، این میتونه مشکل ساز باشه، برای اینکه ما معتقد نیستیم که بیماری‌های روانی بیماری‌های کشنده هستند. بیماری‌های روانی امروزه قابل درمان هستند، قابل کنترل و مدیریت هستند، با دارو درمانی با روان درمانی این امکان وجود داره. اما اینی که چقدر فرد بتونه خودش این تصمیم رو بگیره و در کمال عقل و صحت عقلانی این تصمیم رو بگیره، این سوالی است که معمولا از روانشناس پرسیده میشه. یکی از کارهایی که روانشناسان انجام میدن این هستش که به افرادی که در آخرین مراحل زندگی خودشون هستن بتونن کمک بکنن تا این مراحل رو راحت‌تر از لحاظ روانی پشت سر بگذارن و بتونن دوران کم استرسی رو پشت سر بگذارن، همینطور به خانواده اونها بتونن کمک بکنن که خودشون رو آماده بکنن برای اون دوران گریف و یا عزاداری و سوگواری که مراحل مختلفی داره که روانشناس میتونه قدم به قدم با اعضای خانواده هم همراهشون باشه. دکتر رئوفی، در مورد این دو کشوری که اجازه میدن در مورد بیماری های روانی حاد بیمار درخواست خودکشی بکنه، چه فکر میکنید؟ بلژیک و هلند؟ من شخصا اگه بخوام نظر خودم رو بگم متاسفانه موافق نیستم، چون که معتقد هستم ما اگر بدترین حالت‌ها یا بیماری‌های روانی رو هم در نظر بگیریم، اسکیزوفرنیا میتونه باشه، دو قطبی یا بایپولار میتونه باشه، که امروزه این بیماری‌ها با داروهای بسیار مناسب و خوبی که الان هست کاملا قابل کنترل هست. من خودم در کار روان درمانی با بیماران اسکیزوفرنیا سر و کار دارم که با تزریق‌های ماهیانه و یا حتی با تزریق‌های 6 ماهه میتونن زندگی بکنن، زندگی عادی تقریبا داشته باشن، کار بکنن، فعالیت‌های تحصیلی داشته باشن. اینی که واقعا من متصور نیستم یک بیماری روانی خیلی حاد یا وحشتناکی رو که بشه به سمت این خودکشی اون رو در نظر گرفت. البته حالا اگر ما بیماری‌های زوال عقلی و یا دیمنشیا یا آلزایمر رو بخوام توی این گروه ها بذاریم، یک داستان کاملا متفاوتی هستش، برای اینکه میدونیم که بیماری آلزایمر در نهایت به مرگ منجر میشه، چون این سلول های مغزی هستن که دارن از بین میرن و روابط بین سلول ها داره قطع میشه. اون رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، بله، اون یک بیماری است که میتونه ترمینال یا کشنده محسوب بشه. اما در بیماری‌هایی که در ما بیماری‌هایی داریم که در DSM یا کتابچه روانپزشکی موجود هست، اینها همه امروزه دارای
درمان هایی هستن که میتونه سیمپتوم ها و نشانه ها رو مدیریت بکنه و تحت کنترل بیاره. حالا به جز این دوتا مورد استثنایی هلند و بلژیک، یه بحث کلی‌تری شما مطرح کردید در مورد بیماری‌های ترمینالی که پزشک معالج هستی ممکنه با یک روان پزشک روانشناس مشورت بکنه که آیا این بیمار در سلامت روان کامل هست برای تصمیمی که داره میگیره یا نه. اینو میخوام ازتون بپرسم، آیا صرف اینکه کسی در سلامت روان کامل هست به این معنی آیا هست الزاماً که تصمیمی هم که میگیره تصمیمی درست و سالمه؟ ببینید، اونی که میتونه تصمیم بگیره یعنی از لحاظ عقلی و مغزی و هوشی توانمندی یک سری تشخیص ها رو داره. حالا ما یه سری چیزایی داریم به نام اورینتیشن که اینکه روز و سال و ماه و مکان و موقعیت ها رو داره تشخیص میده. در موقعیتی هستش که افسردگی خیلی شدید اون نیست که برای او داره تصمیم میگیره. چون ما میدونیم یکی از عوامل خودکشی افسردگی، ناامیدی، از دست دادن انگیزه و اینجور مسائل هست. خب این فردی که تحت تأثیر، حالا یا ممکنه حتی دارو باشه، تحت تأثیر بیماری‌های خیلی شدیدی مثل افسردگی باشه، این امکان رو نداره که بتونه این تصمیم رو بگیره. حتی در دادگاه شاید شهادت او، شاید حتی ارتکاب جرم او هم قابل قبول نباشه و از لحاظ قانونی بشه اون رو زیر سوال برد. حالا چه برسه به این که اون تصمیم مالی و یا تصمیم زندگی خودش رو میخواد بگیره. در اینجور مواقع البته افرادی هستن که شاید او قبل از این که به این موقعیت برسه تعیین کرده، به اونها پاور آف اتورنی داده، به اونها اجازه داده که برای او تصمیم بگیرن، برای ادامه حیات او تصمیم بگیرن. و یا حتی ما در آمریکا فرم‌هایی رو داریم که فرد در زمانی که صحت و سالمی عقل و تفکر رو داره میتونه این فرم‌ها رو پر بکنه و خودش این رو تصمیم بگیره که اگر من در یک همچین شرایطی قرار گرفتم، شما میتونید به من اکسیژن وصل نکنید، شما میتونید به من تنفس مصنوعی ندید. اینها رو او در زمانی که میتونه این تصمیم ها رو بگیره اجازه داره و میتونه این فرم رو پر بکنه، مورد تایید قرار بده و به پزشکش و یا کادر پزشکی خودش تحویل بده. سوال من این هستش که اگر سلامت روان رو بخوایم معیار قرار بدیم برای تصمیم گیری یک بیمار در مورد آیندهش، مرزش رو بعد کجا بذاریم؟ فرض کنید یک بیماری کاملا هم دست کم در تئوری کاملا هم سالم با فکر کاملا آزاد به شما میگه که من میخوام قطع نخا بکنم خودم رو، آیا باید پذیرفت نظر او رو؟ خب ببینید، اینجا مسئله اینه که حالا این پزشکی که میخواد بیاد این قطع نخا رو انجام بده، اون هم اونجا اون وظیفه تصمیم گیری رو داره. اول اینکه خدمتتون عرض بکنم که هیچ روانشناسی در هیچ حالتی نمیتونه یک بیماری رو که بیاد بگه من میخوام چشم خودم رو نابینا بکنم یا خودم رو قطع نخا بکنم، به عنوان یک فردی که از صحت عقلی برخورداره انتخاب بکنه. این یک مسئله. پس این مرحله رو نمیتونه او بگذرونه. مرحله بعدی حالا این پزشکی که هدفش کاهش درد و رنج انسانه و درمان و زنده نگه داشتن اون هست، اون حالا این وظیفه رو داره که کجای کار میتونه این قطع نخاع کردن این فرد یه کار کاهش درد و یا نجات جان او باشه. ببینید، ما افرادی رو داریم که از بادی دیسمورفیک یا بیماری یا اختلالی که فکر میکنن بدنشون زشت هست رنج میبرن. این افراد هم میخوان دست به عملهای متعدد زیبایی بزنن. اینجاست که اخلاق پزشکی یا جراحان پلاستیک ناچار میشن، مجبور میشن، این اخلاق اونها رو وادار میکنه که به یک روانشناس مراجعه بکنن و از اون بخوان این فرد رو آزمایش بکنه، تست بکنه و ببینه که این مسئله روانی بادی دیسمورفیک در او وجود داره که باعث میشه دست به این عملهای متعدد بزنه یا چیز دیگری است. اونجاست که حالا روانشناس باز میاد و اون کار رو انجام میده و ممکنه تشخیص بده نه، این فرد این تصمیماتی که داره میگیره تصمیمات کاملا ناشی از یک اختلال و بیماری روانی است. اونجاست که حالا پزشک و جراح باید کار رو متوقف بکنه و دست به این کار نزنه. ممنونم از شما، پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی از لس آنجلس با ما.